با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه آموزش HTML و CSS در خدمتون هستم. این جلسه میخوام در رابطه با بک‌گراند و بوردر صحبت کنیم بچه. خب ببینیم چند تا باکس درست بکنیم بچه، چند تا دیو درست کنیم که یه باکسی باشه که دقیقا نوشته توش باشه. خب می‌نویسم دیو باکس یک، بعد یه دونه اچ سه، اسمشو میذارم باکس وان، و یه دونه تگ پی، یه لورم مثلا پیست. اینو کپی میکنم بچه ها. چهار تا ازش درست میکنیم. این میشه باکس دو، سه، چهار، این میشه تو، این میشه تری، و این میشه فور. خب این یه رفرش بکنیم اینجا، خب یه همچی چیزی. بریم میخوام روی این کار بکنیم بچه. خب من روی این باکس اولی بچه یه کاری بکنیم، مثلا بک‌گراندش میخوام رنگش رو عوض کنم، به اضافه اینکه یه بوردر درش بذارم. خب من اینا رو پاک کنم برای در قبل باکس یک، هشتگ باکس وان. خب میام اینجا و یه فاصله بینیم بدم که خوشگل شه. خب مثلا بک‌گراند کالر بهش بدیم بچه ها. یه پراپرتی داریم بنام بک‌گراند کالر، یه رنگی به بک‌گراندش میده. مثلا فرض کنیم رنگ رد، که نه مثلا اینو انتخاب کنم. برای بوردر بچه ما یه بوردر ویت داریم که در حقیقت عرض بوردر دورش رو مشخص میکنه. مثلا من میخوام بدم 3 پیکسل. یه بوردر کالر داریم بچه ها، رنگش رو مشخص میکنه. مثلا اینجا میخوام بدم رد. یه تایپ بوردر داریم بچه ها، این که بوردر ما چه شکلی باشه، بوردر استایل بهش میگم. مثلا اینجا این گزینه ها رو داریم، معمولا گزینه سالید رو انتخاب میکنم بچه. حالا بقیه‌اش هم میتونید ببینید چیز خاصی نیست. بریم اینو ببینیم الان علی حساب. خب این بوردر ماست بچه، این رنگ بک گراند که این داد. بوردر ارزش 3 پیکسل، رنگش قرمز و سالید. سالید یعنی توپر. اگه مثلا اینو بکنید داش، از داش استفاده میکنه. اگه بکنید دات، نقطه میذاره و یه دابل هم دارین. یا کنید دابل بچه ها، یه دو خطی میشه. این معمولا هم سالید استفاده میکنم. اوکی. اما بچه ها شما نیازی بوردر رو حتما این سه خط بنویسید. میتونید اینو تک خطی بنویسید. به این صورت بچه ها. بوردر، سه پیکسل، سالید، رد. اینجوری هم میتونید بنویسید بچه. اینو من کامنت میکنم. همونه بچه ها. میبینید فرق نمیکنه. این مثلا بکنم 5 پیکسل که فرقش رو ببینید، میبینید چه بزرگ داشت. و شما میتونید اینجوری هم بنویسید. و اینکه شما بوردر رو میتونید بچه به یه جهت اعمال بکنید، مثلا پایین، بالا، چپ، راست. خب این کار میتونید بکنید. کافی اینجا چی بدید بچه ها؟ بوردر مثلا تاپ، فقط بالا میمونه. بوردر باتن، پایین میمونه. عجیبی که باتنش رو نداد. یا مثلا بوردر رایت سمت راست رو میده، لفت سمت چپ رو میده. اوکی باتن رو چرا نداد نفهمیدم من. آه داد، یه ایرادی بود طول هست. پس شما میتونید بچه بوردر رو به چهار جهت هم اعمال بکنید. خب من یه پدینگ به این بدم که یه ذره نوشته از چیز فاصله بگیره، از حاشیه. خیلی خب بچه ما یه پراپرتی دیگه داریم به نام بوردر رادیوس بچه ها. بذارم این بوردر رو کلش نشونتون بدم بعد بریم سراغه. خب یه دونه داریم به نام بوردر رادیوس. بوردر رادیوس چیکار میکنه؟ این گوشه بوردر رو بچه ها حالت کمان بهش میده، یا حالت مثلا گردش میکنه. 5 پیکسل مثلا، ببینید بچه ها، یه بیشترش کنم ببینید 15 پیکسل.
یک بچه ها یالت کمال بهش میده، خوشگل تر میشه. بعد بوردر رادیوس هم مثل خود بوردر میتونید به یه گوشه اعمال کنید. مثلا ببینید اینجوری بچه، مثلا من فقط میخوام بالا سمت چپش مثلا اینجوری بشه، میگم چی؟ بوردر تاپ لفت رادیوس 20 پیکسل، لفت تاپ یعنی این بچه. الان اونها دست نخورده بود، این دقیقا فقط چیز شد، حالت گرد پیدا کرد. برای بقیه گوشه ها هم میتونید این کارو بکنید، عین همین فرمتش، هیچ فرقی نمیکنه. من همین رو کپی کنم برای باکس شماره دو. باکس شماره دو این رنگش عوض کنیم، مثلا بدیم چی؟ کالر مثلا بدیم بنفش، یه کالر هم بدم که نوشته رو ببینید. اینه. خب یه مارجین هم بدیم که بالای فاصله بگیره، مارجین تاپ 10 پیکسل. خب پایینی مثلا من میخوام این پایین سمت راستیه بشه بچه، چیکار میکنم؟ میزنم border bottom right 20 پیکسل. الان کنید میره پایین میفته، یا اینجا میفته، این بالا بود این پایین بود. اوکی دیگه یه ویژگی دیگه داریم بچه، بهش میگن background image. خب من یه این صفحه اشتیمال هم بزرگتر کنم که بتون ببینیمش. میارمش تا اینجا. خب تو میخوام ببینید. خب اینو کپی میکنم میرم اینجا. خب یه سریشو نگه میدارم، مارجین تاپش بمونه. این بکگراند کالر رو دیگه لازم نداریم پاک کنم، کالرم بذار بمونه، ضرر نداره. بوردرم نمیخوام، بوردرم نمیخوام، پدینگه بذارید بمونه و اینم دیگه لازم نداریم. به این صورت نشون شده background image، background image چی میگیره بچه؟ یه URL میگیره. خب این URL آدرس عکسمونه. حالا میتونه لوکال باشه، یعنی تو این فایل خودتون ذخیره شده باشه. مثلا من اینجا لوکال دارمش، یه city.jpg دارم، میخوام اینو بهش بدم. خب میتونه آدرس وب باشه. چی میگم؟ میگم بچه ها dot image city.jpg فلان. بریم چه تغییر میکنه بچه ها؟ شد؟ آها این بس سه میشد بچه. خب کالر وایت ندادم، کالر وایت چون عکس من یه ذره زیادی بزرگه، خب اینجا نشون نمیده خودشو. بذار من اکثر یه ذره حالت کوچیکش بکنم تو پینت بچه هایی در صرف کنید. خب من یه اکثر یه تغییر دادم، نیا کنین عکس شد این بچه. خب اکثر بتونید ببینید، پس این کارم میتونید بکنید. بکگراند ایمیج هم میتونید بدید. من یه بار اینو کوچیک کنم میذارش دیده نمیشه. یه ذره دیگه. خیلی اوکی. مثل بوردر بچه ها برای بکگراند ایمیج هم ما یه سه پراپرتی داریم. اولش مثلا background repeat بچه ها، background repeat تو این عکسی که ما داریم شاید خیلی خودشو نشون نده، چند تا آپشن داره. مثلا فرض کنید شما عکستون کوچیکه، اندازه کل صفحه نیست، یه حالت اینه که بچه میگید repeat کن، یعنی در جهت افقی و در جهت عمودی عکسات تیکه تیکه میذاره کنار هم دیگه تکرارش میکنه تو پرش صفحه. یه حالت داره repeat x، فقط در جهت x عکسات تکرار میکنه. repeat y برعکس. یه گزینه هم داره نو ریپیت، یعنی ریپیت نکن، هر چی اندازه شد همونو بذار دیگه، کاری به بقیه فضا نداشته باش. بعد پراپرتی بعد بچا بک‌گراند پوزیشنه. شما میتونید پوزیشن عکس رو انتخاب کنید با این، مثلا جابجا کنید. مثلا من میخوام 25 پیکسل اینوری، 25 پیکسل هم بالا پایین. ببینید بچا اینجا چی میشه، عکس 25 پیکسل میاد این و 25 پیکسل میاد پایین. اینو من بیشتر کنم 45 پیکسل، یا کنید بچه ها 45 پیکسل اومد پایین.
پس شما با این برقراری نور سفید میکنه. پس شما با این پراپرتی میتونید دقیقاً بک‌گراندتون رو جاش رو عوض بکنید. اوکی؟ یه طور دیگه هم میتونید بهش مقدار بدید، مثلا اینجوری سنتر مثلا تاپ به این شکل. اوکی؟ این با قبلیش چه فرق داره بچه ها؟ بذار من اینو بیارم بدم پایینیش، ما هم کنار هم ببینیم. ای بابا میکنم چهار، یه ریفرش. خب من اینو بر میدارم الان، ببینیم با هم چه فرق دارم، فرقش رو ببینیم شما دقیق متوجه بشید بچه. میبینید تصویر با هم فرق میکنه؟ چه اتفاقی میفته بچه ها؟ بذار من توی خود عکس نشونتون بدم بچه، بذار عکس رو بیارم. چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ این کل عکس ماست. خب فرض کنید من نوشتم مثلا اینجاست. خب فرض کنید من اینو سفیدش کنم، توشم پر کنم. فرض کنید نوشته منه بچه، وقتی من میگم سنتر تاپ، خب نوشته من میاد اینجا بچه. خب یعنی میاد وسط عکس تاپ. وقتی میگم سنتر سنتر، نوشته من میاد اینجا. و حالت های دیگه هم داره بچه، سنتر باتن میشه میاد اینجا، لفت و رایت هم داره بچه. اوکی؟ پس شما با این پراپرتی میتونید محل نوشته رو یا اون کانتنت رو نسبت به عکس بک‌گراندش عوض بکنید. اوکی؟ خب بریم سراغ پراپرتی بعدی بچه ها. پراپرتی بعدی بچه ها کاوره. background سایز، background سایز که حالت مختلفی داره، اون کاوره از همه جذاب تره. چیکار میکنه بچه ها؟ میاد کل عکس رو یه جوری سایزش رو کوچیک میکنه که جا بشه تو کل این کانتنتمون. الان کل اکثر من دارم اینجا بچه، بذار اینو من برداریم که دیگه با این تداخل نکنه. الان کل این اکثر رو من تو این جا کردم. قبلش میاد چیکار میکرد بچه ها؟ قبلش یه تیکه از عکسشون میداد نوشته توش حالا توش یه قسمتیش بود. خب الان من چیکار کردم بچه؟ الان اومده اون اکثر رو، این عکس پشت سری رو کوچیکش کرده، اندازه این باکس سفید رنگش کرده. این کاری کرده وقتی شما حالت کاور میذارید. و نکته بعدی این که بچه مثل برده شما میتونید تمام این پراپرتی ها رو تو یه خط بنویسید. اوکی؟ میتونید تو یه خط بنویسید به این شکل بچه، یه بک‌گراند بنویسید، یه یو آر ال اول بهش میدید. خب پراپرتی بعدیش میشه نو ریپیت، بعد سنتر، بعدش هم میشه سنتر دوباره و کاور. اوکی اینا اینجا بیارم بهتر ببینینش، همچه چیزی میشه. گزینه دیگه چی میمونه راجع به صحبت کنیم؟ خب برای یه بعدی بچه ها به تقریبا تو باکس آخری بدم، باکس فور، اینو یه نوشته اولش اضافه کنم لورم 50 که یه نوشتم طولانی تر بشه بچه ها. خب بازم یه طولانی ترش کنم لورم 100 که میخوام یه نوشتم طولانی بشه. خیلی خب الان خوبه. خب میام اینجا همینو کپی میکنم دوباره. بک‌گراند پوزیشن رو ریپیت رو ور میدارم، این ایمیج رو عوض میکنم. بچه من یه عکس دیگه دارم اونو میخوام بذارم، لوگو دات پی ان جی. خب ببینید بچه چجوری میشه، یه عکسی، آها این سه چهار، یه عکس الان افتاد و بچه ها خیلی عکس بزرگی افتاد، چیز شد. بذارید من عکس رو یه کوچولو تغییرش بدم اندازش رو بچه هایی لصب کنید. کنترل او عکس رو یه کوچیکش کنم، اول یه تیکش رو فهم میخوام، بعد سایزش هم مثلا بکنیم در حد 300 پیکسل، اینقدر کفایت میکنه.
خیلی خوب. یه رفرش. آه. بچه حالت ریپیت رو میبینید الان اینجا دارید میبینیم. خب من میخوام بکنمش نو ریپیت که نه ریپیت نشه. بکگراند ریپیت نو ریپیت. یه دونه ازش میخوام بیشتر نداشته باشم. خب بعد بیایم یه بکگراند هم به خود چیز بدیم. یه کاری هم میخوام بکنم بچه. میخوام کالر رو بکنم بلک. بذار نوشته هم دیده بشه. آه نوشته اومد. مثلا میخوام بکگراند رو بندازم وسط. اون لوگو رو بندازم وسط. خب بکگراند پوزیشن سنتر سنتر. افتاد وسط بچه. حالا مثلا فرض کنید بچه من نوشتم بازم طولانی تر کنم. لورم 500. یه اتفاقی که میفته بچه چیه؟ من وقتی نوشتم بالا پای میشه عکس رو نمیبینم. عکس وسط افتاده ولی عکس رو نمیبینم. من میخوام عکس همیشه باشه. خب من میخوام وقتی سفر بالا پای میکنم عکس رو ببینم اون وسط. درسته؟ چیکار میکنیم؟ یه پراپرتی دیگه داریم بچه ها به اسم background attachment. بچه نیا کن این یه گزینه فیکس داره. نیا کن بچه اینو رفرش میکنم. میمه سفر رو که چیز میکنم عکس هست. میبینید؟ چه خوشگل شد. این همشه دقیقا پراپرتی background attachment. اوکی خیلی خب برای این جلسه کافیه. بریم بیام جلسه بعدی میخوام در رابطه با باکس مدل و مارجین و پدینگ صحبت بکنیم. فعلا خدا نگهدارتون بچه‌ها.